اینکه کسی تصمیم بگیره تردید بکنه تو کاراش طبیعه اما اینکه تردید رو به عنوان یه مکمل به بقیه تجویز بکنیم قابل درک نیست سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه هر شب بکریم هستم از استدیو تایم و امیدوارم از محتوایی که تو امروز آماده کردیم لذت برده باشین اگه اینطور بوده لطف میکنید ویدیو رو لایک کنید اون رو سابسکرایب بکنید و اگه دوست داشتید ویدیو رو برای باقی افرادم بفرستید اگه خیلی با محتوامون حال کردید میتونید از این لینک هاوش توی دیسکریپشن هم هست از ما حمایت کنید بریم سراغ این قسمت یعنی قسمت دوم از کتاب اعتقاد بدون تعصب تو این قسمت بیشتر میخوام در رابطه با تردید صحبت بکنیم و اینکه چه مرزی از تردید داشتن درسته همونطوری که تو ابتدای این ویدیو گفتیم یه نقل قولی میکنه از کیرکگور و میگه آقا اینکه یه آدمی ای تصمیم بگیره تردید بکنه خیلی طبیعه و بعضا خیلی هم خوبه اما اینکه ما میخوایم تردید رو به بقیه تجویز بکنیم و بخوام بقیه رو محکوم بکنیم به اینکه نه اینجوری که فهم کنید درست نیست باید تردید داشته باشی یه مقدار یه جای کارش میرنگه تردید ما میخوایم بریم وارد جزئیاتش بریم ببینیم. ببینیم چه فرقی میکنه با اون نظریاتی که نسبیگره ها دارن نسبیگره ها اصولا تردید رو اینجوری به صورت دائمی نگاه میکنن یعنی هر زمان هر فردی میاد یه کنش عملی انجام بده نسبیگره میگن نه نکنه این غلطه این کارو نکن خب این تردید داشتن ممکنه به مرور زمان منجر به منفعل بودن بشه چرا چون شما هیچ کاری نمیکنی هر کاری که میای بکنی میگی نکن این غلط باشه خب پس میذاریش کنه. در مقابل سری افراد هم هستن که نمیخوان با این تردید داشتن مواجه بشن همونطوری که تو قسمت قبلم گفتیم میان اتفاقا به بنیادگرایی رو میارن یعنی فرد میخواد از این تردید رها بشه به جای که بشینه فکر بکنه میگه آقا یکی بیاد به من تکلیف منو معلوم کنه یکی بیاد یه نظریه مطلقی به من بده که من شروع کنم همون کارو رو انجام دادن یکی از بیرون یعنی بیاد منو راهنمایی بکنه اما تو این قسمت همونطوری که گفتیم میخوایم این آقا چه حدیه یعنی این تردید داشتن بهین است یعنی ما تا چه مرزی تردید داشته باشیم که به همون کمک بکنه پیشروی بکنیم این تردید داشتن منجر رو به اینکه کلا بشینیم نگاه بکنیم نشه خیلی جالب میاد مطرح میکنه که اتفاقا همین تردید داشتن باعث به وجود اومدن دموکراسی غربی شده چرا چون این دموکراسی اتفاقا توی صفت بارزای خودش همین تردید داشتن چرا چون اتفاقا هیچ چیز مطلقی نداره هر چیز و هر تصمیمی نیازمند اینه که افراد بیان با هم تعامل بکنن ببینن آقا باید چیکار بکنن یعنی صفت بارز همین دموکراسی تردید داشتن در رابطه با همه مسائل اما این تردید داشتن یه جور پارادوکس هم تو خودش داره پارادوکس چیه یه پارادوکس اونجاییه که تردید داشتن اتفاقا نباید در مورد دموکراسی وجود داشت. باشه. یعنی چی میگه اتفاقا این که دموکراسی باید وجود داشته باشه این بدیهیه یعنی بدیهیه که ما این در مورد این نباید تردید بکنیم یعنی در مورد این که باید تردید داشته باشیم نباید تردید بکنیم یه جور پیچیده شده خود بعد درکش بکنید یعنی منظورش اینه که آقا ما بعد این تردید رو تو خودمون نگه داریم بعد اتفاقا نظامی رو سر کار بذاریم که از این تردید داشتن ما محافظت بکنه یعنی همون نظامی که دموکراسی داشته باشه و ادامه میاد راجع به همون فایل بودن صحبت میکنه میگه آقا شما در نهایت مجبوری در زندگی قضاوت بکنی خیلی کارایی که میخوای انجام بدی و خیلی نظریاتی که میخوای بدی بالاخره مجبوری یه کنشی داشته باشی بقیه از شما نظر میخوام مجبوری یه کاری انجام بدی پس از قضاوت نمیشه فرار کرد شما در یک لحظه ای با همه تردیدی که داری بالاخره مجبور میشی قضاوت تو انجام بدی حالا تو اون لحظاتی که تصمیم گیری شروع بکنی به قضاوت کرده میاد میگه ما چهار تا منبع داریم که عموم افراد میان از این منابع کمک میگیرن برای اینکه اون تردیدشون رو به یه جوری به یقین تبدیل بکنن یا از اونها کمک میگیرن برای اینکه تصمیم گیری بکنن اولی که خیلی هم رایجه همون قوانین الهیه یا همون دین و مذهب میگه آقا یکی از که افراد میخوان از اون ترد فرار بکنن اینه که بیان ببینن قوانین الهی چیه هر آنچه چی که در دین و مذهب گفته شده رو شروع میکنن به انجام دادن نوع دوم که مقدار ممکنه فانتزی به نظر برسه قوانین طبیعه یعنی میاد میگه آقا همه انسان‌ها بالاخره یه سری سرشت و یه سری اخلاقیات مشترک دارن که جهان شموله و انگار روی قلبشون به صورت غریزی هست که اینها بعد نگاه بکنن به اون روحیه انسانیشون ببینن چه کاری انجام بدن برای جامعه انسانی مفیدتره این باز خودش دیگه زیادی داره تو ادامه به جزئیات این مورد بیشتر می‌پردازیم مورد سوم اینه که ما ببینیم کارکرد اجتماعیشون چیه و ببینیم آقا چه کاری انجام بدیم صرفا برای نظم اجتماعی مفیده یعنی ما فقط فقط هدفو بذاریم جامعه و برقراری جامعه و فردیت رو انگار بذاریم کنار ببینیم که بعد چیکار بکنیم که نظم اجتماعی مون به هم نریزه یعنی همه چیزو با توجه به صلاحیت کل افراد جامعه با هم دیگه در نظر بگیریم مورد آخرم هم همون امکان زیستی که میاد همون حالت تکاملی رو میگه میگه آقا در نهایت تنها قانونی که ما بعد ازش پیدا کنیم قانون زیستی و همون تکاملیه یعنی اینکه هر دیگه که قوی تره و شرایطی یعنی به وجود بیاریم که هر فردی که قوی تره امکان بقا داشته باشه اما خب ما میدونیم که همه اینا یه سری باگا داره یعنی یه سری مشکلات تو خودش داره به علاوه اینکه اینجور نگاه کردم ممکنه منجر به این بشه که خب همه آدم‌ها از بین برن دیگه چون بالاخره اگه به صورت جامعه نگاه بکنیم همیشه یه جامعه به یه جامعه دیگه برتری داره پس بعد بره اینا رو بکشه تو همون جامعه هم بالاخره سری افراد قوی تره. خب این منجر به یه خودکشی دست جمعی میشه در همه افراد اما الان میخوایم برگردیم به همون مورد دومی که گفتیم همون موردی که میاد نگاه میگه قانون طبیعی سرشت انسان چیه کتاب مطرح میکنه که و نویسنده ها دو تا نویسنده داره کتاب مطرح میکنه که آقا ما برخلاف متفکران پست مدرنیست اعتقاد داریم که همه انسان ها یک سرشت اخلاقی بدیهی دارن میاد سری نظرات فیلسوفا رو بیان میکنه یه سری داستان ها رو مثال میزنه که میگه آقا انسان در نهایت یک چیزی به اسم وجدان در درونش هست وجدان رو میتونیم بگیم همون چیزی که باعث میشه انسان ها با هم دیگه هم دردی بکنن یک انسان متوجه درد در انسان دیگری بشود و بعد در ازای این دردی که داره به یک انسان دیگه وارد میکنه خودشو یعنی جلوی خودشو بگیره و اون کار رو انجام نده یعنی ما مبنا رو قرار همون سر سرشت اما همین سرشت انسانی هم چیز واضحی نیست مثلا میگه آقا تو طول تاریخ یا علما آدم حکم اعدام میدادن یا علما آدم داشتن یکی دیگر رو میکشتن هیچ کدومشون هم هیچ باکی نداشتن از این کار میاد میگه ببین این سرشت انسانی که ما ملاک زدیم این هم مفهومی قابل تغییره یعنی چی میگه آقا تو سالیان دور شاید همه افراد یا قاضی هایی که حکم به اعدام میدادن هیچ کدومشون نه تنها احساس همدردی نمیکردن بلکه اتفاقا می میگفتن که ما اتفاقا داریم برای جامعه و برای رفاه بقیه حکم به اعدام یه فرد دیگه میدیم اما میدونیم مسئله اعدام مسئله ای پیچیده ایه آیا اعدام میتونه مسئله ای رو حل بکنه ما قبلا آثار آلبرت کامو رو بررسی کردیم دیگه نظر آلبرت کامو رو به اعدام میدونیم میگه اعدام عملا همون تشدید خشونته یعنی اتفاقا کرامت انسانی رو در نظر نمیگیره یه مفهومی رو چند بار تو کتاب که تکرار میکنه به اسم کرامت انسانی منظور از کرامت انسانی همون چیزی که آقا ما باید یه حد مشخصی از مثلا تنبیه داشته باشیم به علاوه اصلا شاید تنبیهی نباید داشته باشیم اون چیزی که باید توی جامعه وجود داشته باشه اصلاح کردنه اینکه شما بیا یه آدم دیگر رو به خاطر هر جرمی که انجام داده بکشی یعنی اینکه اون کرامت انسانی رو از بین بردی یعنی برای هر عقوبتی هر نتیجه عملی و چیز متناسب در نظر بگیریم که منجر به اصلاح بشه اما اعدام یه چیزی بوده که تو طول تاریخ خیلی هم رایج بوده اما متاسفانه اون نتیجه که ما میخواستیم رو نداده یا مثلا شکنجه جیگر رو مثال میزنه میگه آقا ما تو طول تاریخی آدم شکنجه که نه تنها وقتی آدم دیگر رو شکنجه همدلی نمیکردن بلکه اتفاقا خیلی هاشون از سر خودشون باز میکردن مثلا میگفتن ما به خاطر حکم خدا داریم این کار رو انجام میدیم بعد تازه منجر به میشه که حتی قربانی هم فکر بکنه باید این کار صورت بگیره یعنی یه فردی که قربانی داره شکنجه میشه ناخداگانه فکر میکنه الان خداوند خواسته که من شکنجه بشم من باید مثلا این شکنجه رو تحمل بکنم یعنی همون آدمی که داره ظلم میکنه اون عملش رو بدیهی میدونه و انگار مسئولیت رو از سر خودش باز میکنه همون آدمی که مورد ظلم واقع شده این جور مواقع میگه آقا یه سری افراد هستن که با رمان ها با داستان هاشون و با نظریاتشون افراد رو نسبت به اون سرشت و کرامت انسانی آگاه میکنن مثل کاری که آلبرت کامو کرد میگه آقا نتیجه کار آلبرت کامو بوده که شاید الان در خیلی کشورهای اروپای غربی اعدام از بین رفته وقتی آلبر کامو داره به شما نشون میده آقا اعدام کردن هیچ کار انسانی نیست و حتی نتیجه انسانی هم نمیده یعنی انگار ما اون سرشت انسانی یا کرامت انسانی رو فراموش میکنیم اون چیزی که باید مبنای اخلاقی زندگی کردن باشه یه سری نویسنده میان آقا دوباره اونو به ما نشون میدن دوباره جلوگر میکنن برای ما جلوگر چه واژه عجیبی بود میان رو به ما نمایا میکنن یا مثلا رمان کلبه ابوتو مثال میزنه میگه آقا تا شاید تا قبل اون روم... نوشتن اون رمان هیچ کسی فکر نمیکرد برده داری کار بدیه همون فردی که برده بود خودش بدیهی میدونست و همون آدمی که داشت اون کار رو میکرد اما یه فردی میاد نشون میده آقا اینم زیاد کار انسانی نیست دا. میاد یه مثالی میزنه یعنی میاد یه موضوعی رو بولد میکنه برای اینکه توجه افراد رو بهش جلب بکنه و کمک بکنه انسانها بهتر بشن یه لول برن جلو لول آب بکنن به اصطلاح بفهمن که آقا کرامت انسانی چه جوری احتمالا ما چه جوری میتونیم انسانهای بهتری بشیم پس چیزی که تا الان متوجه شدیم چیه اینه که آقا ما همچنان نمیدونیم دقیقاً کرامت انسانی یا کار اخلاقی چیه و, ب... و اینم نکته بچه‌ها اخلاقیات به مرور زمان تغییر میکنه ما همچ... ما باید کار اخلاقی رو انجام بدیم اما بدونیم که این مفهوم سیاله یعنی اینجوری نیست که آقا ما بگیم این کار خوبه این کار بده دیگه لازم نیست فکر کنیم از این به بعد فهمیدیم چه کاری درسته چه کاری غلطه ما مدام باید به این فکر کنیم که چه جوری یه قدم بهتر میتونیم زندگی بکنیم و این لازمش اینه که اتفاقا مدام تردید داشته باشیم اما تردید بکنیم تصمیم بگیریم زندگی بکنیم به اون شیوه بعد اگه دیدیم ارادی داره آمادگی اینو داشته باشیم که تغییرش بدیم میدونی این کار سختیه اینکه شما مدام بخوای فکر کنید چه کاری درسته کار سختیه به خاطر همینه ما انگار چون نمیخوایم زحمت بکشیم مدام دنبال اینیم که یکی بیا تکلیف معلوم بکنه اما باید زحمتش رو به جون بخریم برای اینکه یه قدم بهتر زندگی بکنیم یه قدم همه ی انسان ها بهتر زندگی بکنن این واقعا نیازمند زحمت زحمتش هم فکر کردنه و آمادگی داشتن برای تغییر حالا خیلی جالبه میاد میگه آقا اون اخلاقی زندگی کردن که ما گفتیم مثل همین رد کردن قوانین اعدام و اینا که الان برچیده شده میگه ما یه سری نهاد داریم که این نهادها ریشه های الهی یا زیستی و اینا ندارن نهادهایی یعنی که میتونن به انسان ها به جوی رفتارهای نیمه غریزی بدن یعنی چی میگه آقا شما الان وقتی پشت یه چراغ سبزی داری حرکت میکنی یا چراغ قرمز میشه ناخودآگاه پاتو میزنی رو ترمز خب میگه این رفتار غریزی نیست یعنی غریزه ما که اصلا رفتی به ماشین و اینا نداشته اینو یه نهادی مثل مدرسه و آموزشگاه ها به ما یاد دادن ما رانندگی رو یاد گرفتیم تصادفات رو دیدیم این اطلاعات بیرون به ما وارد شده پس وقتی چرا قرمز میشه ناخودگانه سری پامون رو رو تور بود یعنی یه رفتار نیمه غریزی انجام دادیم یا یه رفتاری که فی نفسه تو وجود ما نبوده اما به خاطر آموزش انگار اومده وارد شده تو غریزه حالا به اصطلاح بهش نیمه غریزی میگه این نهادها اتفاقا ایرادی ندارن این نهادها به ما کمک میکنن که اتفاقا بهتر زندگی بکنیم اما این نهاده همون اخلاقیاتی که گفتیم ممکنه به مرور زمان تغییر بکنه یعنی بله تا الان به ما کمک کرده که بتونیم بهتر زندگی بکنیم چراغ قرمز داره به ما نظم میده اما ممکنه در آینده اینو آمادگیشو داشته باشیم که ممکنه غریزه مون نهادهای دیگه عوض بشه یا اصلا بعد به اون نهادها هم شک بکنیم اگه دیدیم کارمون رو راه نمیندازن اگه دیدیم کماکان یه سری ایراد تو رو وجود داره بعد بیایم انگار اون نهادها رو تغییرشون بدیم یه خورده اینجاش باز منو یاد کتاب و تفکر سری هاسته میندازه یعنی این تشخیصی که من کجا باید سری فکر کنم و رفتار بکنم کجا بعد نه یه لحظه تأمل بکنم ایرادای کارمو در بیارم بعد مرتب بین این دو تا فاز فکریمون رفت و برگشتی بریم و بیایم که ببینیم چجوری میتونیم بهتر زندگی بکنیم آقا راه سریعتری هم براش وجود نداره باید زحمت فکر کردن رو بکشیم یکی از مثالهای جذابی هم که توی کتاب میزنه که همین الان دوز مباحث مهم و اختلاف نظرهای مهم توی کشوری مثل آمریکایی که من خیلی جا میشته همین مسئله سخت جنینه میگه آقا ما نمیتونیم الان بریم توی دین و مذهب یا حتی توی علم صرفا نگاه بکنیم که ببینیم آقا کی جنین روح داره کی جنین روح نداره و بیایم براش حکم بدیم که آقا سخت جنین بعد آزاد باشه یا نه یه مسئله که وجود داره خیلی افراد میگن آقا جنین دیگه یک موجودیه که شکل گرفته و حقش با والدین نیست اگه یک جنین شکل گرفته و یک فردی بادار شده باید بچهش به دنیا بیاد ما نباید اجازه بدیم افراد سخت جنین رو انجام بدن یه سری افراد هم میگن نه آقا اون مادر وقتی خودش تصمیم گرفته که بچه دار بشه من طرفدار حق انتخاب هستم به اصطلاح یعنی به حالت قبلی میگن حق زندگی باید اون بچه به دنیا بیاد این ایده دوم طرف افرادی هم که طرفدار حق انتخاب میگن نه چون اون مادر الان انگار اون فرزند در بدن اون وجود داره اون باید تصمیم بگیره که این بچه رو میخواد به دنیا بیاره یا نداره یا به دنیا نیاره حالا یه اختلاف فلسفی به وجود میاد یکی اینکه آقا ما دقیقا از کجا باید حقوق قائل بشیم برای یک جنین یعنی جنین از که روح در بدنش وجود داره میگه ممکنه شما فکر بکنید که آقا همون لحظه اولی که سکس صورت میگیره اون جنین به دنیا اومده دیگه پس همون لحظه حقوق کامل انسانی رو داره و ما باید از حقوق اشتفا بکنیم و اون فرد به دنیا بیاد میگه ممکنه نه آقا ما مثلا بیایم ببینیم که نه مثلا روح در شش ماهگی در بدن جنین وارد میشه پس نه از شش ماهگی ما نباید حق سخت جنین بدیم یا یه فردی هم ممکنه بگه نه آقا تا زمانی که اون فرد به دنیا نیامده کماکان یک عضوی از بدن مادرشه و اون مادره تصمیم بگیره اینجاست که یه سری نقاط و اختلاف های فلسفی به وجود میاد کتاب میگه آقا اینجا ما باز لازمه و اینه که بیا مجدد فکر بکنیم و تعامل انجام بدیم نمیتونیم اینجوری نگاه بکنیم که کلا اون جنین حقوق مساوی با یک انسان به دنیا اومده داره نمیتونیم بگیم که آقا اون فردی که مادره تا اون لحظه تولد نه ماگیش حق داره هر کاری میخواد بکنه با بچهش میگه اینجا ما نگاه صفر و صدی رو میذاریم کنار باید بیایم تعامل کنیم فکر بکنیم ببینیم چه جوری میتونیم وسطش رو بگیریم هیچ راهی جز اینکه که فکر بکنیم و تصمیم بگیریم نداریم در این لحظه امیدوارم از محتوایی که براتون آماده کردم لذت برده باشیم ببخشید این قسمت طولانی شد و جملات تکراری گفتم چون این جملات توی کتابم هی تکرار میشد پشت هم دیگه امیدوارم خسته کننده نبوده باشه لذت برده باشین براتون مفید بوده باشه اگه اینطور بود لطف کنید ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب بکنید و اگه دوست داشتین ویدیو رو برای باقی افرادم به بفرستید اگه از خیلی از محتوام لذت بردید میتونید از طریق لینک هایی باشه که توی دیسکریپشن هم هست از ما حمایت بکنید مرسی ازتون خدا نگهدار